بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. خواستم آقای انصاری صحبت کنم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ من از دبیر زنگ میزنم آقای انصاری گل. بفرمایید برادر عزیز، صدا شما داره پخش میشه. سلام رحمت الله بر شما و همکاران شما در شبکه وصال حق. سلامت باشید برادر عزیز، بزرگوارید، بفرمایید. من میگم که این کلیپ آخری که نشون دادی آقای شیرازی، بله، ای از یهود، از نصران، از همه چیزی بدتر بود. الله نیسته، الله نیسته، که میگه که ما همه چیز از امام طلب میکنیم. بله، امامی فوت کرد رفت، دیگه با که طلب میکنه؟ در قبرش میرن از طریق بلوتوس، اونجا با امام ارتباط برقرار میکنن. برادر از وقتی که به زندگی نداد به مرده چی تو میده؟ خب صداش نمیشنود، از کجا براش میده؟ دستش از قبر در میاره میگه بگیر؟ اینطوری اعتقاد دارن. این چه انسانی هستن؟ این چه مسلمان هستن؟ از خدا یکتا به طلب بیچاره، بدبخت بیچاره. نرو تو خانه توفریزی که اما شارون نخواب، برو تو خانه طرف خانه پیغمبر، خانه برای خود رو بکن بیچاره. یک فاقی زدی گذاشته که من این هست، ما مسلمان هست. حیف همیشه ها که حرفای شما میشنون آخوندهای بی غیرت. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ادعونی استجب لکم، از من بخواید تا شما را اجابت بکنم. آخون میگه نه از امام. خب وقتی من که زنده هستم به یکی ندم، مردم به یکی میدم؟ تو را به خدا، من خودم محتاجم که خدا به من بده. وقتی من زنده هستم برای تو نمیدم، وقتی مردم بیای سر قبرم به من بده، میدم برای تو. بله، کامل. این دیگه چی جوری است؟ زنده باشید برادر عزیز، تشکر از مشارکت شما. خواهش میکنم آقای انصاری، خواهش میکنم. خدا اینا را اول من بگم هدایت کند. آمین. اگر هدایت نکردن به همون راه شارون میرن و تو جهنم آتش میسوزن. آمین. و رفتن با همین آقای سیاهشون انشاءالله. انشاءالله، انشاءالله. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. خدا نگهدارتون، خدا نگهدار. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره قاف آیه 16 میگه ولقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم. کسی که شما رو خلق کرده، همه این وجودت از فرق سر تا پنجه پا رو الله سبحانه و تعالی خلق کرده. و یعلم ما توسوس به نفسه، و میدونیم که در نفس خودش چه وسوسه میکنه. یعنی شما هنوز حرف نزدید، هنوز کاری رو انجام ندادید، الله سبحانه و تعالی از درون تو خبر داره که تو میخوای چی کار بکنی، میخوای چی بگی، قبل از این که بگی، قبل از این که انجام بدی. در آخر چی میگه؟ برای این کله های خشک آخوندی میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از شاره گردن به او نزدیکتریم. تو رو به خدا، آخوند هستی، شیعه هستی، سنی هستی، صوفی هستی، ملا هستی، هر چی که هستی، حماقت نیست، جهالت نیست، بدبختی نیست که پروردگاری که از شاره گردن به تو نزدیکتره. خودش میگه در قرآن، میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از شاره گردنم به این انسانی که خلق کردیم نزدیکتریم. اینو رها بکنی، چندین صد کیلومتر را بری، بری در قبر امام رضا، امام حسین، فلان، الان، که بهش بگی که ای امام رضا، تو به من فرزند بده، به من رزق و روزی بده، به من جاه و منصب بده. تو رو به خدا، این خدایی که از شارگ گردن به تو نزدیکتره، نباید سنگ بر سر تو ببارانه به خاطر این ناشکری تو. چرا میگه الله سبحانه و تعالی میگه که الله سبحانه و تعالی شرک رو نمیبخشه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. چرا نمیبخشه؟ چون کفران نعمت داری میکنی. خدای تو از شارگ گردن به تو نزدیکتره، این خدا رو رها بکن، برو در قبر فلانی بگو به من این بده اون بده. ولله مثل الاعلى. ما یک مثال میزنم در دنیا برای شما. امیر منطقه، رئیس جمهور، شهرداری، استانداری، گفته که احمد آقا، محمود آقا، علی، تقی، نقی، شما هر موقع چیزی خواستی مستقیم بیا دفتر من. حالا شما برو دم در، اول در این استانداری رو بزن،
ولی نگهبان که اومد، آقای نگهبان میتونی واسطه پیش استاندار یا پیش فلان الان که به من مثلا فلان چیز کمک بکنه؟ اون میگه والا من که نمیتونم پیش ایشون مستقیما برم، من یک نگهبانم، من شما رو به سکرتر ایشون معرفی میکنم، ایشون شاید بتونه برات کاری بکنه. از این رد شدی رفتی پیش آقای سکرتر استاندار، اگر میشه لطف بکنید واسطه بشید که جناب استاندار منو قبول بکنه در دفترش، بهم یه چیزی بده. یا حالا ببینم، حالا امروز وقت ندارن. و خلاصه ایشون شما رو واسطه شد و با شما وارد دفتر شد. در اون لحظه این استاندار یا این شخص مهم آیا ناراحت نمیشه از شما؟ میگه خب احمق، به تو گفتم که مستقیم بیا پیش من، چه نیازی بود که رفتی به نگهبان و به سکرتر من مراجعه کردی برای نیازت؟ مگه نگفته بودم مستقیم بیا پیش من؟ چون اینا برعکس همین مثال رو میارن، میگن ما که به خدا اعتقاد داریم، ما به خاطر این میریم پیش امام رضا، امام حسین، امام فلان، امام علان که بگیم ما رو نداریم، شما واسطه بشید بین ما و بین خدا، چیزی به ما بده. دقیقاً همون کاری که مشرکین میکردن، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو که نمیپرستیم، اینها وسیله نزدیکی ما به الله سبحانه و تعالی هستند. تازه مشرکین در وقت سختی ها و مشکلات چیزی میخواستن، مستقیم از خدا میخواستن، بت و واسطه قرار نمیدن. وقتی که آسانی میومد، وقتی که آسایش میومد، میرفتن پیش بت هایشون و از اونها من این آیه رو براتون پیدا بکنم اینجا. ببینید در سوره یونس، احمد جان اینو نشون بده. در این آیه، در آیه 24 در سوره یونس آیه 22، در اینجا میگه که این پروردگار شما پروردگاری است که هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اون پروردگار شما کسی است که شما را در خشکی و دریا به حرکت در می آورد. بعد از این چی میشه؟ در دریا که رفتی، در اینجا طوفانی اومد، تندبادی اومد و اول هوا نسیم خوب اومد، بعد ناگهان چی شد؟ یک جاءتها ریح عاصف، بعد از اون یک طوفان شدید، یک باد شدید آمد. و جاءهم الموج من کل مکان، امواجم از چهار طرف به اینا رو در بر گرفت. و دنو انهم احیط بهم، دیگه فکر کردن کارشون تمومه، از چهار طرف اینا رو در بر گرفته. در اینجا همین مشرکین ابو جهل و ابو لهب چیکار میکردن؟ دعوا الله مخلصین له الدین. در اونجا دیگه چیکار میکردن؟ الله سبحانه و تعالی رو از روی اخلاص میخواندن، نه لاتی بود، نه مناتی بود، نه عزایی بود. بعد اون چی میگفتن؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، ای خدای یکتا و یگانه، اگر از اینجا ما رو نجات دادی ما از جمله شکرگزاران خواهیم بود. فلما انجاهم، وقتی که نجاتشون میداد الله سبحانه و تعالی، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی اینا رو نجات میداد از اون چیز، بعد در زمین چیکار میکردن؟ سرکشی و به ناحق سرکشی و ستم میکردن. این آلت مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما رو به خدا امروز اگر یک تنبادی بیاد در تهران یا در قم یا در شیراز، همین شیعیانی که امروز ادعا میکنن ما فقط خدا رو میخواییم، اینا وسیله هستن، چند درصد اینا فقط میگن یا الله، ای خدا به داد ما برس؟ و چند درصد میگن امام رضا، ای مهدی ادرکنی، ای حضرت معصومه؟ اونجا خود نزدیکتر یک بتکده دیگه دارن، یا شاه عبدالعظیم به دادمون برس. چند درصد از اینا خدای یکتا رو میخوان در وقت شدائد؟ چند درصد از اینا وقتی میرن به قبور ائمه فرزند و رزق و روزی و منصب و حاجاتشون رو مستقیما از خدا میخوان؟ و چند درصد دیگه اینها رو واسطه بین خودشون و خدا قرار میدن؟